سجده کردن در نماز الله سبحانه و تعالی فرمود و هر کی در آسمان ها و زمین است و سایه هایشان خواهان و ناخواهان به وقت صبح و شام به الله سجده می کنند. سوره رعد آیه 15. سجده کردن رکن از ارکان نماز است و فرض از فرضهای آن است و در هر رکعت نماز دو بار سجده کردن واجب است و به هفت اعضا سجده کردن واجب است و آن پیشانی با همراهی بینی، دو دست، دو زانو و دو پا. در سجده کردن سنت است که رانها را از هم جدا و شکمها را از آن برداشتن است. گذاشتن دست برابر کتف و یا برابر دو گوش، انگشتان پایها را سوی قبله کردن، برداشتن دو آرنج از زمین. و در سجده بعضی از کارها از پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد شده است که آن سبحان ربی الاعلا، سبحان قدوس رب الملائکه و الروح، سبحانک اللهم ربنا و بحمدک اللهم اغفر لی. و امر مستحب است که در سجده دعا کرده شود، همچنانی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت شده است. نزدیکترین حالت بنده به پروردگارش زمانی است که در سجده قرار داشته باشد، پس در سجده بسیار دعا کنید. حدیث با روایت امام مسلم. و دعاهای معصوره که در سجده آمده است این: اللهم اغفر لی ذنبی کله، دقه و جله و اوله و آخره و علانیته و سره. بار الها، تمام گناهانم را ببخش و بیامرز. گناهان خرد و بزرگ، اولین و آخرین گناه، گناهان پنهان و آشکار. اللهم اینی اعوذ بک برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. بار الها، من در خشم و غضبت و خشنودی و رضاییت و از عذاب مجازاتت به عف و بخشیشت پناه میبرم و از مؤاخاذت به تو پناه میارم. مرا توان و یاری آن نیست که به بیان ثنا و توصیف شایستهات بپردازم، چنان هستی که خودت را ستایش نمودی. حدیث با روایت امام مسلم.